دوستان عزیزم سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشید. به کانال خودتون آشپزخانه فریبا خیلی خوش اومدید. امروز با آموزش عدس پلوی مجلسی در خدمتتون هستم، امیدوارم که بپسندید. موادی که نیاز داریم عبارتند از 4 پیمانه برنج که باید اون رو حداقل از 2 ساعت قبل در آب ولرم و نمک خیس کنیم، 2 پیمانه عدس که من رو از قبل پختم و آماده کردم، نیم کیلو گوشت چرخ کرده، زعفران دم کشیده به مقدار لازم، 1 عدد پیاز متوسط که باید اون رو نگینی های خیلی ریز خورد کنیم، 6 قاشق غذاخوری پیاز داغ، 1 پیمانه کشمش پلویی و ادویه هامون شامل 1 قاشق چایخوری فلفل سیاه، 1 قاشق چایخوری زردچوبه، نصف قاشق چایخوری پودر زیره، 1 قاشق چایخوری دارچین، 1 قاشق چایخوری پودر هل، 1 قاشق غذاخوری پودر گل سرخ و به مقدار لازم نمک. خب ابتدا داخل یک ماهیتابه مقداری روغن می‌ریزیم و پیازمون رو که نگینی خورد کرده بودیم رو بهش اضافه میکنیم و حدود 1 دقیقه اون رو تفت میدیم تا یه مقداری سبک بشه و از حالت سفتی در بیاد. خب حدود 1 دقیقه من پیازها رو تفت دادم، به این صورت در اومده، یه مقداری نرم شده. توی این مرحله گوشتمون رو اضافه میکنیم و همزمان فلفل، زردچوبه و نمکمون رو به گوشت اضافه میکنیم. حالا گوشت رو به همراه پیاز، فلفل زردچوبه و نمکمون تفت میدیم حدود 3-4 دقیقه. فلفل سیاه و زردچوبه روی زخم گوشت رو کاملا میگیره و پیاز هم مزه خودش رو به گوشت میده و گوشت مزه خوبی پیدا میکنه. حدود 4 دقیقه مواد رو تفت کنید. خب دوستان حدود 4-5 دقیقه من گوشت رو به همراه پیاز، فلفل و زردچوبه و نمک تفت دادم. همونطور که میبینید پیاز هامون کاملا آب شدن و مزه خودشون رو به گوشت ما دادن و اون رو خوش طعم کردن. توی این مرحله پودر زیرمون رو بهش اضافه میکنیم یه مقداری، اون رو مخلوط میکنیم با بقیه مواد و حالا از زعفرون دم کشیده که داشتیم یه مقداری حدود 1 قاشق به موادمون اضافه میکنیم. و نصف لیوان آب به ماهیتابه اضافه میکنیم و اجازه میدیم که با بقیه مواد مخلوط بشه و یه مقداری بپزه. وقتی که آب ماهیتابه کاملا کشیده شد زیر ماهیتابمون رو خاموش میکنیم و مایه گوشتی ما اون موقع آماده است. خب دوستان در فاصله که گوشت ما آماده میشه داخل یک ماهیتابه دیگه 3-4 قاشق روغن میریزیم
من یه قاشق غذاخوری کره هم به اون اضافه میکنم. کره باعث میشه که کشمشی رو که ما سرخ میکنیم جلا و برق زیبایی به خودش بگیره. کشمشمون رو اضافه میکنیم و اون رو یه مقداری داخل روغن و کره تفت میدیم. خیلی نباید کشمش رو تفت بدید سرخ بشه، حالت پفی پیدا کنه، فقط به اندازه ای که از حالت سفتی و خامیش در بیاد و یه مقداری نرم بشه. حدود یک دقیقه برای تفت دادن کشمش کافیه. بعد از اینکه کشمش رو تفت دادیم اون رو کنار میذاریم. خب دوستان عزیزم، همونطور که میبینید کشمش ما سرخ شد، آماده شد. من اون رو کنار میگذارم، میریم سراغ ماهیتابه گوشتمون. همونطور که میبینید آبش کشیده شد، فوق‌العاده عالی و خوشبو. این رو هم کنار میذارم. خب دوستان، آب برنج داره میجوشه، من برنج رو بهش اضافه میکنم و اجازه میدم تا نرم بشه. دوباره بر میگردم و اون موقع فیلم میگیرم. با من باشید. خب دوستان عزیزم، همونطور که میبینید برنجم قد کشیده و آماده است برای آبکش کردن. خب توی این مرحله قبل از اینکه اون رو آبکش کنیم، عدسمون رو که پختیم و آبکش کردیم، آبش رو دور ریختیم، به برنجمون اضافه میکنیم و خیلی ملایم اون رو با برنجمون خیلی آروم مخلوط میکنیم تا به طور یک نواخت عدس با برنجمون مخلوط بشه. به این صورت خیلی آروم و ملایم. حالا میبرم این رو آبکش کنم، دوباره برمیگردم. خب دوستان عزیزم، بعد از اینکه برنج رو آبکش کردیم، داخل قابلمه‌مون یه مقداری روغن میریزیم و تعدیگی رو که دوست دارین تهش میچینیم. من سیب زمینی استفاده کردم و چند تا کفگیر از برنج رو داخل قابلمه ریختم. حالا نوبت اضافه کردن ادویه هامون هست. بعد از اینکه چند تا کفگیر برنج رو ریختیم، یه مقدار از پودر دارچینمون رو اضافه میکنیم، یه مقدار از پودر هل و یه مقدار پودر گل سرخ. و کمی از پیاز داغمون رو. و به همین ترتیب تا آخرین لایه، تا زمانی که برنج و مواد ما تموم بشه. یه لایه دیگه هم درست میکنم. ترتیب. خب دوباره پودر دارچین میپاشم، پودر هل، پودر گل سرخ و مقداری پیاز داغ. خب من بقیه مواد رو داخل قابلمه منتقل میکنم و دوباره برمیگردم و ادامهشو در خدمتتون هستم. خب من برنج ها رو داخل قابلمه‌مون ریختم. حالا به وسیله یک قاشق چند تا سوراخ داخل پلومون ایجاد میکنیم که
بخاری که ازش بیرون میاد باعث میشه که داخل پلوی ما له نشه، حالت شفته نباشه. خب حالا نصف لیوان آبی رو که داریم از کناره قابلمه به اون اضافه میکنیم به این صورت و در قابلممون رو میذاریم با درجه متوسط، اجازه میدیم که بخار پلو بالا بیاد، به اصطلاح دمش بالا بیاد، اون موقع دم کنیمون رو روش قرار میدیم و اجازه میدیم که بین 30 تا 40 دقیقه پلو ما دم بکشه. بعد برمیگردم و در خدمتتون هستم. خب عزیزان، همونطور که میبینید قابلمه عدس پلومون بخار کرد و توی این مرحله 50 گرم کره رو من روی پلو میدم به این حالت لایه‌ای برقه‌ای. خب و اجازه میدم در قابلمه رو میبندم و اجازه میدم بین 30 تا 40 دقیقه پلوی من دم بکشه. وقتی که دم کشید 4-5 کفگیر از اون رو با مقداری زعفرون مخلوط میکنید، پلوی زعفرونی آماده میکنید و کنار میگذارید و زمانی که خواستید اون رو سرو کنید داخل یک دیس یک لایه عدس پلو میریزید و بعد روی اون رو یه مقدار پلوی زعفرونی میدید و یک لایه هم از مایه گوشتیمون رو میدید و بعد بقیه عدس پلو رو روی اون میریزید و با کشمش و بقیه مایه گوشتیمون روش رو تزیین میکنیم. خب معمولا عدس پلو آخرین انتخاب ماست برای مهمونی هامون و اگر شما به این روش عدس پلوتون رو آماده کنید مطمئن باشید که لذت خواهید برد و دوست خواهید داشت. توصیه میکنم که حتما عدس پلوتون رو به همین روش تهیه کنید. خب منتظرم تا برنجم آماده شه، بعد بر میگردم و دوباره فیلم میگیرم. خب دوستان عزیزم، عدس پلوی مجلسی ما هم آماده شد و من اون رو داخل این ظرف سرو میکنم و تقدیم میکنم به همه شما دوستان عزیزم که تا این لحظه با من همراه بودید. امیدوارم که این غذای خوشمزه رو آماده کنید و در کنار اعضای خانواده از خوردنش لذت ببرید. لطف کنید ویدیوهای من رو به اشتراک بگذارید، کانال من رو به دوستان و آشنایانتون معرفی کنید و اگر تا حالا برنامه من رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب یادتون نره. خیلی دوستتون دارم. تا یک برنامه دیگه، خدا نگهدار.